خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش‌ها به حمله حوثی‌ها به مواضع عربستان خواهیم گفت تا سخنان رهبر ایران در جمع فرماندهان سپاه. و همینطور استقبال مطبوعات از تابعیت مادرانه. سلام آقای بهنود، هفته شلوغی بود برای خبرنگارا، از انتخابات افغانستان تا نارامی ها در عراق و در آخر هفته هم در ایران صحبت های آقای روحانی و آقای خامنه ای در مورد برجام و سپاه و مذاکرات و تعهدات ایران. سلام. بله، این دلیل فهرست میگید، این انتشار مصاحبه سردار سلیمانی هم خیلی بحث و گفتگو به راه انداخته. اینکه چرا الان این گفتگو میشه درباره پررنگ کردن حضور ایران در درگیری که بین حزب الله جنگ 33 روزه در لبنان 33 روزه اتفاق افتاد و مال 13 سال پیش بود. بله. خب میخوایم شروع کنیم با روزنامه سازندگی در اول هفته که از صفحه 1 رو با عکس ژاک شیراک و مرگ او اختصاص داده و بعد از حمله راست و چپ به روحانی گفته. بله، شیراک رو به دلیل بسیار تماسی که با مسائل ایران داشت روزنامه ها بیشتر از حد معمول دیدند و بقیه رسانه همینطور، ولی دارید میبینید که سازندگی داره شروع میکنه و اشاره میکنه به حملاتی که هم گروه اصولگرا و هم بخشی از اصلاح طلبا کردند به سخنان آقای روحانی در متن و حاشیه سازمان ملل. میخوایم بریم روزنامه بعدی اعتماد رو ببینیم که یمن جزئیات عملیات وسیع نصر و من الله را منتشر کرد، شکست استراتژیک سعودی. بله، این اگر اون ابعادی که یکی از منابع داده است همون ابعاد بوده باشه که در این وسط خیلی اتفاقاتی افتاد در انعکاس خبر عرض میکنم، خب بله اون دیگه یه شکسته برای سعودی، شکست بزرگ. گویا یه روز هم بیشتر روزنامه های نه به همین جهت به نظر میرسه که یه اتفاق، یا گرچه بعدش یه واکنش هایی از جده اومد که حمل بر نرم شدن مواضع سعودی در ارتباط با ایران شد که میتونه یه جوری با هم ارتباط داشته باشه یا نداشته باشه. یه مقدار شکست عربستان، مواضع عربستان در یمن بود و بعدش هم از به اسارت گرفتن تعداد زیادی از سربازان عربستان در اونجا. بله. یه مطلبی هم آقای عبدی اینجا نوشته بود که مطلب بسیار جالبی بود به نام شکاف قدرت و مسئولیت که به صحبت‌های آقای جنتی اشاره کرد. می‌خواید شما در موردش صحبت کنین؟ ببینید، به طور کلی میگه که آقای جنتی، یعنی دبیر شورای نگهبان در این حال رئیس مجلس خبرگان، عضو مجمع تشخیص مصلحت، سمت‌های دیگه، آجانتی 93 سالشونه، ولی صحبت کردن راجع به این که ناامیدند از مدیران فعلی و خیلی منتظرند به این که جوانها بیان و خلاصه مسائل حل کنند. آقای عبدی نوشته نکته جالب در سخنان ایشون اینه که مردم باید مطالبه گر باشند، چرا که اگر ایستادند و مطالبه گری کردند دیگران مجبور میشن برفشون گوش کنند. این حرف آجانتی. میگه بسیار خوب، حالا فکر کنید که میخوایم مطالبات رو مردم بخوان. یکی از سوالاشون اینه که خود ایشون که الان صحبت از جوانان میکنه، بالاخره 40 ساله که ایشون حضور داره، مسئولیت های مختلف داره، گرچه مسئولیت نمیپذیرد ولی به حال شغلای مهمی داره و تو همه این سال هم ایشون فعال و تصمیم گیرنده بوده و پاسخ هم نداده. ایشون بگوید که چرا جوانان به کار نیامدن و ایشون بگویند که چطور است که یک 93 ساله‌ای به این کار اعتراض میکنه. این بحث رو باز کرده است با آقا جنتی.
و یه نکته جالبی هم که اشاره میکنه، میگه که خب اگه شما میگید که مردم باید مطالبه گر باشن، خب این مطالبه گری بعد خیلی وقتا هزینه داره و این هزینه رو به قول معروف میتونه پر هزینه باشه براشون. در صورت مقاله بسیار خوبی و جالبی بود. بریم روزنامه کیهان رو ببینیم. از جانب رئیس قوه قضاییه گفته دست مفسدان اقتصادی را نه از مچ، از بازو قطع میکنیم. بله، یه بحثی در گرفت سر این که آیا این بازو، ماجرای مچ و بازو و قطع شدن، این در بیان آقای رئیسی آیا یه هم استعاره ایست و باید ازش گذشت؟ اگر این طور بود که بعضی ها گفتن این طوره، بنابراین ایراد نگیرید به این که بگین که کجای قانون اجازه میده که رئیس قوه قضاییه بیاد بگه که من به جای این که دزدا رو از مچ بزنم از بازو میزنم، میگن استعاره است، بهانه گیری نکنید. ولی به هر حال تیتریه که کیهانه دیگه. اما اجازه بدید این کنار، آقای شریعت مداری سرمقاله ننوشته ولی یک مصاحبه کرده با یکی از خبرگزاری‌های هم فکر و اونجا گفته است که این با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده. با فارس، بله. اونجا میگه که این که امریکا اومده تحریم کرده مدیران نظام و خانواده هاشون رو برای رفتن به امریکا، این چیزیست که خواست ما بود و احیانا ارزه به وجود نیامد برای اینکه جلوشو بگیرن، جلو اینکه یه همچین اتفاقی بیفته خانواده ها یا خود برهنه امریکا و اینا. بریم روزنامه بعدی رو ببینیم. روزنامه ایران هست. گفتگو درباره صلح هرمز با همسایگان شمالی. ببینید این حضوری که آقای روحانی داشتن در این اجلاس، این حالا 10 سالی که ایران تقاضا کرده که اونجا شرکت بکنه و نمیشه، از جمله به دلیل مخالفت روسیه و حالا هم به عنوان یک ناظر دعوت شدن، یعنی رئیس جمهور میزبان دعوت کرده ایشون برای شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا. بله. بعد حتی مقاله‌ای که تو همین شماره روزنامه دولت نوشته است آقای سلیمانی، که قبلا آقای سلیمانی در منطقه سفیر بودند، افشار سلیمانی، حتی در این مقاله هم اشاره کردن به این که اینجا اگر که توقع داشته باشیم که اونها بیان در مورد دور زدن تحریم ها با ما همکاریایی بکنن، این مستلزم چیزایی است. توجه دادن که اینجا به خصوص حیات خلوت پوتینه و بیشتر کشورهای جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی اونجا جمعن و ازشون جز حرف شنوی چیز دیگه ای نمیخواد، از جمله همین رفتارشون به ایران که تقاضای عضو داشته. بنابراین در حقیقت تش گفتن که خیلی حالا امید خیلی بزرگی به این که از اینجا هم چیزی در بیاد نداشت. چیزی هم که اشاره کردن اینه که ممکنه این نشست بتونه کمکی باشه که ایران بتونه تحریم های آمریکا رو دور بزنه و بتونه مواد لازم یا چیزهایی رو که میخواد وارد کنه. اما خبری که رسید روز پنجشنبه از رویترز این بود که 20 کشتی که 1,000,000 تن غله وارداتی برای ایران آوردن، مدت هاست که توی بنادر ایران سرگردانن و نمیتونن اینو خالی کنن، باز به خاطر اینکه ایران در واقع نمیتونه پول اینا رو بده. و اینم باز یه چیزی بود که الان بحثای در مورد این هست که خب قرار بوده که مواد خوراکی و اینا جزو تحریم ها نباشه، دارو اینا در دسترس باشه راحت، ولی عملاً باز روی زندگی عادی مردم در ایران داره تاثیر. معلوم شد در مورد این دوتا ادعا، یعنی ادعای امریکا که میگه که من اصلا در مورد غذا و دارو من این ندارم و ایران که میگه داری، به نظرش معلوم شد که در این مورد امریکایی‌ها راست نمیگن. بله. خب بریم روزنامه شرق رو ببینیم. شرق پر از خبرهای مختلف دیگه، از این که هپکو حراج میشود، صحبت‌های آقای روحانی و خامنه‌ای رو اون بالا دیده. در وسط صفحه مکس سوژه خلخالی چرا یه همچین تیتری رو زده در مورد، یعنی همزمان با درگذشت آقای کاشانی که از چهره‌های خیلی مهم فوتبال ایران بود، هم به دلیل حضوری که داشت هم به دلیل شخصیت خودش و تا آخرین سال هم که رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بود. اما خلخالی و مرگ چرا اینجا پیدا شده، در یک سطح خلاصش بگم که آقای کاشانی سیاست خارجی خونده بود و بنابراین تحصیل کرده بود و بعد از که دوران فوتبالش تموم شد در سال 53 و 54 به نظرم رفت وزارت خارجه
در وزارت خارجه بود. وقتی انقلاب شد در یکی از شیخ نشینای جنوب بود و در اونجا بودش که آقای خلخالی به اونجا سفر کرد و معلوم شد که مصاحبه مطبوعاتی گذاشته و میخواد توش اعلام بکنه که به جای خلیج عربی یا خلیج فارس که دعوای بین ایران و عرب هستش، او اعلام بکنه که اینجا رو بذاریم خلیج اسلامی. آقاشانی با این حال مخالف بود، بنابراین بدون توجه به قدرت آقای خلخالی در اون روزگاران که هم ازش میترسیدن، این مصاحبه رو به هم زد و خلخالی بسیار عصبانی شد، خلاصه خط و نشان کشید و در نتیجه آقای کاشانی یک دو سالی ناشار شد سرگردون شه و نیاد و ظاهرا با کم قدرت شدن آقای خلخالی و بقیه قضایای سایه مرگ از سرش برداشته شد و برگشت به ایران که دیگه باقی بودش اینجا. به این دلیل میگه. اما اون کنار مقاله خانم سلشوری رو دست ندین، تابعیت مادران، عنوانی که من عرض کردم، یعنی تابعیت مادران. مقاله خیلی جالبیه، توضیح میده که چقدر به قول معروف به همین راحتی نبوده، البته که سالها هم طول کشیده، یعنی مخالفانش هم کم نبودن. میگه که این لایحه بیشک یکی از مهمترین چالش های مجلس دهم بود، کم حاشیه نداشت و منتقدان آن نیز جدی و سرسخت بودن. این لایحه برای منتقدان پیچیده و برای موافقان تقریبا ساده بود. ما به دنبال دادن ابتدایی ترین و مقدم ترین حق به ده ها هزار کودک بی هویت بودیم تا با هویت دار شدن آنان گامی در راستای شهروند شدن آنان برداشته باشیم. در هر صورت چیز جالبیه، مقاله جالبیه و اینکه خب نشون میده که اون پشت داستان چقدر آدمایی هستن که کشمکش داشتن و چقدر مشکل بوده تصویب این لایحه. بله، حالا بریم به کدوم روزنامه به نظرتون؟ قبل از اینکه بریم به روزنامه دیگه، بعد نیستش که اینجا صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو هم اشاره بکنیم که از کاهش تعهدات برجام گفتن، از اینکه فشار حداکثری آمریکا تقریبا جوابی نداده و از اینکه گفتن که نذارید که سپاه پیر و محافظه‌کار بشه و این حرفا هم به قول معروف تفسیرهای زیادی داشت که احتمالاً دیگه خیلی به آخر هفته ایران نرسید. بریم. بله. بله، همونطور که شما میگید. خب بریم سراغ برگزیده ها. گزارشی آوردید از روزنامه ایران. روزنامه ایران یک آخر هفته های یک مجله مستقلی داره، مثل بیشتر نشریات دنیا که روزای شنبه این کار رو میکنن. بله. که اسمش ایران جمعه هست و هرچی میگذره یه موقعی حیات نوعی یک چنین چیزی داشت، داشتن روزنامه های قبلن، ولی تو این اواخر خود ایران هم داشت، منتهی تحولات جدید توش اتفاق افتاده، به نظر من پربارتر شده و برای آخر هفته خوندنی تر شده. از جمله همین شماری که داریم میبینیم چند تا چیز داره. موضوع اصلیش که چندین صفحه بهش اختصاص داده، موضوع شبکه های مجازی است و این به اشتراک گذاری به اصطلاح که چند نفر کارشناس دربارش صحبت کردن خیلی خوبه، غیر از این که آوشنگ کامکار درباره اون قطعه ای که کجایید شهیدان خدایی که به صورت سرود در اومده بود در زمان انقلاب، در موردشون نوشتن که خوندنیست و این نوشته های هم هست راجع به مناطق مختلف ایران. محمد علی الستی در مورد همین گزارش که عرض کردم به نمایش بگذار ببین و ببین، این از این تیت میشه فهمید که ایشون نظرشون چه. آقای احمد بخارایی گفته در جستجوی هویت گم شده هستن، این خیلی برداشته. میگه که شبکه های مجازی از پیچیدگی خاصی برخوردارن و نمیتوان به راحتی در مورد اعضای اونها سخن گفت. اینکه کاربران این شبکه ها واقعا چه هدفی را دنبال میکنن و داره چه ویژگی هایی هستن نیازمند دقت جامعه شناختی است. گاهی وقتا حتی با دقت جامعه شناختی هم آدم نمیفهمه. آقای سفاریان هم داشتن تلاش برای نمایش من آرمانی. خب حالا این به اصطلاح چیزی که چشم من گرفت، آقای مسعود نیا که نویسنده است و قصه هم از ایشون خوندیم و همینطور گزارش ها و برداشت های جالبی، قصه واره موضوع رو مطرح کرده. اول یه نقلی میکنه از چیزهایی که زیاد میبینیم تو شبکه های اجتماعی، از چیزی که مادرها می نویسن راجع به بچه هاشون یا دخترای جوان می نویسن یا پسرای جوان می نویسن و نوع حرفایی که با هم دیگه می زنن، نوع اخباری که تبادل میشه، ادبیاتی که به کار میبره، اینا همه رو ردیف میکنه. بعد میگه که خب اینا این زامبی ها و نه اینکه منم نباشم توش، منم هستم. بعد از خودش یک قصه نقل میکنه که
من یه زمانی کارم کشید به تراپی و رفتن پیش روانکاو، و روانکاو بعد از این که همه حرفای منو شنید و بعدم چیزایی که توی شبکه‌های مجازی نوشته بودم نوشت، به من گفتش ببین تو یه بخش خوب داری ولی یه بخش بزرگ ناجور داری. و این باعث شد که من از پیش او که اومدم بیرون تو خیابون گریه کردم از این قضیه، و نتیجهش اینه که مدتی اصلا نیستم تو شبکه‌های مجازی. یعنی اون بخش خب معروف اون بود زامبی بودن روی شبکه‌های اجتماعی ریخته بیرون. بریم سراغ مجله ها، نگاه نو رو ببینیم با موضوع محیط زیست و توسعه پایدار بخش ویژه‌ای داشته. آره، معمولا عادت کردیم به اینکه نگاه نو یه چهره روی جلدش هستش که مصاحبه مفصلی هم ولی عکس قشنگی الان روی جلد داشته. ولی این عکس معروف عکس قشنگی هست این، ولی به سبب مناسبت اصلیش این مصاحبه خیلی مفصلی است که آقای میرزایی خودش کرده با دکتر مکنون، دکتر رضا مکنون، از چهره های بسیار مهم منابع آب محیط زیست. این گفتگو خیلی گفتگوی مهمی است، ماه پیش صورت گرفته، جان زمین رو گرفته ایم. خلاصه تیتری که انتخاب کرده که تیتر خوبی هم هست، ایشون میگوید که خلاصه چه کرده ایم که در این فاصله کوتاهی یهو سرنوشت اینطوری شده که آخرین بحث هایی که کارشناسا کرده بودن مثلا فرض کنید 10 سال پیش و قائل به این بودن که یه مهلت مثلا 25 ساله بدیم در 25 سال درست کنیم، چطور شده که این الان 25 سال خیلی براش فاجعه آمیزه؟ یعنی صحبت از برنامه های 4-5 ساله میکنن و اینکه اگه همه دنیا کمک نکنن چه فاجعه بزرگی بر سر این کره خواهد اومد که تمام هستی هستش. این خودش خیلی مسئله دیدنی است. غیر از اینکه مثل همه شماره‌های دیگه نگاه نو نشریه پرباری است دیگه. از همون اولش که آقای کوسری یک مقاله‌ای رو ترجمه کرده است از ماریو وارگاس که میگه چطور واژه‌ها مسخ میشن، در حقیقت مایه اصلی تفکر بشر رو، یعنی مایه، یعنی خود واژه رو اساس میگیره. میگه که این وقتی که این واژه مسخ میشه، یعنی میگیش یه معنی دیگه میده، مثل اخلاق، مثل خوبی بدی اینا، و چه فاجعه‌ای به وجود میاد. و مطالب دیگه که واقعا فوق‌العاده است. این شماره هم شماره خوبی است. علی بریم هنر و تجربه رو ببینیم. هنر تجربه هم تو که میدونید در حقیقت نشریه سینمای هنر تجربه است دیگه. اسم اصلیش هم همین سینمای هنر و تجربه است. و دلیل اینکه علی حاتمی گذاشته به خاطر اینکه روز ملی سینما بود و برای روز ملی سینما انتخاب خوبی هم هست، از با تیتر آرزو طلب نمی کنم، آرزو می سازم. به نقل از زنده یاد حاتمی که واقعا جاش خالی هست. و بعد از اون حسن مجله این استش که میرسه به یک فیلم های مستندی که ما نمیبینیم و وقتی معرفی میشه تازه باید بریم تو سرمون بزنیم دنبالش بگردیم که گاهی اوقات پیدا میکنیم، مثل بهارستان خانه ملت که معلوم شده فیلمی است که آقای بابک بهداد ساخته و تاریخچه بهارستان هست تا انقلاب. وقتی ازش میپرسن که چرا تا انقلاب متوقف شدی، میگه بعد از انقلاب یه کاربردهای مفصلی پیدا میکرد که من نمیخواستم وارد این موضوع بشم و احیانا حساسیت هایی رو ایجاد کنم یا نبینم یا هرچی. به هر حال به نظرم رسید که بهتره که تا اونجا بیستم. شما هم دیده بودین چند تا چیز توی بخش مونولوگ، همونطور که گفتین یه سری اشاره کرده به یه چند تا مستند، از جمله مستند میدان جوانان سابق که چند نفر از جمله محمد تقی‌زاده، سحر اسرارآزاد مطالبی نوشتن در مورد این مستند. همایون امامی مطلبی داره به نام از روزگار رفته، میگه که میدان جوانان سابق روایتی شسته رفته و روان، سندی زیبا، مؤثر، ارزشمند از دورانی سپری شده با تمام تلخی‌ها و شیرینی‌هایش. امید که اکبری، مینا اکبری که در واقع کارگردان فیلم، همچنان مستندساز بماند و بسازد و روزگار رفته را از خطر فراموشی برهاند. بعضی‌ها نامه نوشتند و به ما ایراد گرفتند، گفتند که شما گروه باند بازید، گروه بازی. میگیم چرا؟ میگم به خاطر اینکه این فیلم مستند خانم اکبری زیاد میبینید. این فیلم مستند ما اگه ببینید که خیلی خوبه. آره. ما ندیدیم ولی آره. واقعیتش اینه که در واقع یه جوری انگار روایت زندگی هر کدوم از ما هست. ولی واقعیش اینه که فقط ما نیستیم که مطرح میکنیم، بقیه هم میبینن. در سکوت یک فیلمی است که مژده دادن که حتما فیلم خوبی است، چون
خانم فاطمه معتمدآریا، سعید پورصمیمی، بیشگاه آسایش، احترام خانم برومند، پانتا پناهی ها، اینا همه توش بازی میکنن و معلوم باید منتظر یه حادثه مهم باشیم. غیر از این که صدای آهسته ای رو که افشین هاشمی مدت ها بود که میشنیدیم که ساخته است و بیشتر کسی هم توش هستن ایرانی نیستند، اون در اومده و لابد دیدند که این خانوم ها الناز راسخون نیکان راسقلم و اینا دربارش نوشتن. یه مصاحبه هم با خود افشین هاشمی کرده که اونجا میگه که سینما برای من بهانه خیال پردازی است. چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه افشین هاشمی رو اصولا به عنوان تئاتر میشناختیم. مجله ویرگول رو ببینیم، دو فصلنامه ادبی هنری، ویژه‌نامه حج. هفته گذشته دو تا نشریه به دستمون رسید که ندیدیم، تو مرور رادیو دیدیم ازش حرف زدیم. یکی ویرگول بود که در رشت منتشر میشه، یکی هم آزما بود، نشریه محترم و معتبر ادبی. هر دوتا اینا به تواتر به لابد حتما خبر نداشتن، موضوع این دفعهشون رو حجو گرفتن و بامزه اینه که هر دوشون نگاه های مختلفی داشتن به موضوع. بله. یعنی اینطوری نبوده که آدم فکر کنه که تکراری بود توشون، نه. جوری که ویرگول انتخاب کرده خیلی گسترده تر نگاهش. احمد میرحسان درباره مستعلق کردن گفتگوهای فلسفی درباره حجو نوشته. ببینید از اینجا، از موضوع خیلی جدی دوره کلاسیک، از اینکه مثلا دوره وحشی بافقی، اینا چجوری چقدر لخت و تند و بدزبان با هم روبرو شدن، در حالی که هرچی اومده جلوتر اتفاقا این تند و تیزی گرفته شده. گرچه در دوره مشروطیت دوباره آدمای مثل عشقی، مثل ایرج میرزا اینا پیدا شدن که گاهی اوقات در حجم زیادی جلو رفتن، ولی ملک و شوهر هم بوده کرد. بعد از اینجا میرسه به دوره معاصر، بعد از انقلاب هم حتی میبینه اسمی بر از کسایی که قبل از انقلاب یا کتاب شعر داشتن یا شاعری میکردن ولی بعد از انقلاب دیگه این کار رو بل کردن، و اسم یه سری آدم های مهم میاره مثل احسان طبری و شیرین پرتو و دیگران که اون وسط ها من متوجه نشدم که چرا اسم بندرم میاره. حالا گرچه اون موقعی ارتکاباتی صورت میگرفته ولی اینطوری نبوده که در بین موسیقی شعر هم داشتین؟ تو پروندم هستی. بعد مریم حسین نژاد یه سیر حج در ادبیات غرب رو دیده. به حال در مجموع نشریه که در رشت منتشر میشه، دو فصل نامه هستش، شماره خیلی پروپیمون رو میبینید، گرافیکش هم همون گرافیک قبلی خودش رو هم کاغذ قبلی رو خوشبختانه حفظ کرد. آقای بهنو اگه بتونیم خیلی خلاصه یه نگاهی هم به قهوه بکنیم. خب این نشریه این بزرگی چجوری خلاصه کنیم؟ حالا به هر حال سعیمون میکنیم. نشریه قهوه یا کافه همون نشریه فوق‌العاده خوش آب و رنگ هست و با گلاس سنگین، و همینطور که دارم ورق میزنم سعی میکنم که شما هم توی جریانش قرار بگیرید، که هم کارتونای خیلی خوبی معرفی میکنیم، کارتون بولیگان هست که کارتونیست مشهوری است، هم این عکسای واقعا تکون دهنده که یکیش روی جلد بود، همین عکس که دارید میبینید که انتخاب حسن کریمزاده است. این صفحات اصولا اگه گرافیک خوب میبینید این تو، باید گفتش که مربوط است به کریمزاده ها. مهدی کریمزاده دبیر این بخش هستش و به اصطلاح مستشار کار. میبینید که این عکس های حیرت آوری است که واقعا چه کیفیت خوبی داره. آره. اینم ببینید، بسته بندی تحولی تازه در تاریخ گرافیک نشون میده که از اواخر دوره قاجار این بسته بندی شروع شد، این بسته بندی های سیگار و کاغذ سیگاری که داریم نگاه میکنیم، و بعد اومد تحولات مهمی پیدا کرد. ببینید این پاکت سیگار هست، خب که هم خانومی رو که برای اون زمان خب چیز بوده چون هنوز خیلی سالها مونده به دوره کشف حجاب، و بعد این بچه‌ای رو کشیده الان میشه این کارو کرد. بله. و اینو بعدم کارتون آقای درم بخش. خب بریم کارتون احسان گنجی رو هم ببینیم از شهرونگ. یه جوری فکر کنم مذاکراته. بله دیگه، اشاره میکنه به یه مذاکراتی که حالا ما چیکار داریم بگیم کدوم مذاکراته، خودش هم نمیگه. این مذاکرات جلوش، یعنی جلوی صحنه‌اش، اونا که پشت میز نشستن با هم دیگه، اونا یه حرفی میزنن، یعنی خط قرمزایی دارن که با هم برخورد میکنه. میتونیم فرض کنیم که سبز و مذاکرات میشه. اون تها نه، اون تها بس خوبه، پشت پرده یه اتفاقاتی داره میافته. آیدین سیارسری نوشته که خبر اول
طرح بازگشت خانواده مسئولان به کشور در دست بررسی مجلس. هنوز یک ماه هم از مصاحبه اون دوست عزیزمون که گفته بود بچه های من سفیران گویای نظام هستن نگذشته که مجلس میاد و چنین طرحی رو بررسی میکنه. واقعا دوستان قانونگذار چه فکری با خودشون میکنن؟ فکر میکنن خانواده مسئولان تو خارج از کشور مشغول عیش و نوشن؟ خیر، اینگونه نیست. بنده شاهدم که یکی از این نوگلان یک بار در یکی از کافه های خارج نشسته بود، یه خانوم برازنده میاد و کنارش میشینه با سفارش زهرمار میده. آقا زاده مذکور زهرمار رو خالی میکنه تو گلدون و جاش عرق کاسنی میریزه و شروع میکنه به نصیحت کردن که این کارها خوب نیست، دست بردار و برو ازدواج کن و زندگی تشکیل بده و شکوه همسرداری رو تجربه کن. خب این بنده خدا برگرده ایران چیکار کنه؟ برای من عرق کاسنی بریزه؟ بگه برو شوهر کن؟ اصلا کارکرد ارشادیش رو از دست میده. امیدوارم مجلس بیشتر از این تو مسائل خانوادگی مسئولان دخالت نکنه و بذاره این بچه ها زندگیشون رو بکنن. بعد خبر دومم ایرناس که میگه با وام مسکن چند متر خونه میشه خرید. اینم یه داستان دیگه ایه که همینطوری ادامه داره و خلاصه میگه که کلش بشه مثلا اون وامی که میدن برای ازدواج بشه 16 متر خرید و مگه جوونا چی میخوان و بالاخره از یه جای بشن جا نمیخوان. زیادی هم هست و مثلا میخوان چیکار کنن از همین جاها بعد شروع کنن. خبر چهارم میگه تا 30 سال آینده از هر سه ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود. خلاصه یه نفر منم چنان که در مورد ارز هم که اومده پایین میگه حتما این درسته چون من تازگی چند تا ارز خریدم. بچانس منم. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. منتظر نظراتتون درباره برنامه های تلویزیون، رادیو و وبسایت بی بی سی فارسی هستیم. میتونید به ما پیغام بدید. پیغام راه های تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون میبینید. به ما توییت کنید به آدرس بی بی سی دیدبان و با هشتگ دیدبان با ما در تماس باشید. @BBC شما هم شناسه ما در تلگرامه. ممنون که با ما بودید. همینجا از طرف خودم و آقای بهنود با شما خدافظی میکنم. تا هفته آینده شب روزتون خوش.